بفرات ای آب فرات، خاک عالم به سرت از بحر حسین، از بحر حسین چرا نسوزد جگرم؟ هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمائل، هر کس شنید گفتا لله در رقای. تعزیه که معین البکاش حاج اسماعیل، علم نمیشه جز به لرزوندن تن شمر و یزید ملعون تو قبر. پیش باد و کم مباد. خسته نباشی آقا ممدلی، ما که شمریم و علیه اللعنه، خسته و نخستمون توفیری با حال کسی نداره. باز جرکش توف و لعنت مردم باشی. عمر معین البکامون دراز که مرغش یه پا داره، رضا یه بار که شم وایستاد تا عبد و ده شمره. نیش و کنایه میزنی رضا. رضا نه حاجی، رضا شم. لعنت خدا بر شیطون. همچی سرش با آخر حاج اسماعیل که انگار صد سال سفره یکی بوده باش. کم آدم دندون تیز نکردم واسه مار من آل حاجی، من دلی هم یکیش. مطلق میندازی نارجی؟ غلط کنم آقا رضا، سگی کی باشم؟ هر کی ندانه واسه من یکی معلومه که تو اصیل دختر حاجی هستی، نه اصیل پول و پلش. ماندم یه مرد زن مرده با یه بچه 3-4 ساله به چه سهری حاجی رو پخته؟ اوه این رو باش، زن مرده رو زن میدن، زن طلاق داده رو سنگ. سهر پختن حاجی هم زره است رضا جون، هر کی زره عباسو بپوشه میشه عزیز دردونه حاجی. مردم عقلشون به چشمشونه. مردم بله، اما حاجی که میدونه این زره یا اون زره پالون زره. تعزیه خانی که مرام نداره، زره به تنش پالونه. معمدلی مرام داشت شاخ نمیشد جلو رفاقتمون. اون میدانست رضا چرا پاسوز معرکه حاجیه. عالیه نبود رضا، رضا شم نمیشد. امیدت به خدا باشه رضا، مبادا گول شیطونو بخوری. مرحبا جوان، مرحبا. اجرت با حسین بابا. سال به سال دریغ از پارسال، وقتی دلی نیست به دل بده این شمشیر لامصب تو دستت میماسه، پاد نمیچرخه، چهچهت میشه بوغ نشکش. حلوای شبیخونی رو پختن و خوردن، هر رحمانش هم خوندن. این روزا مردم هزار جور سنم شیک و پیک دارن، کفاره میدن به ما چپر چلاغا نگاه کنن. و بطا تعزیه تموم شده، واسه کی رجز میخونی؟ واسه دل خودم حاجی جان. رجز میخونم شاید دو سیر جگر پیدا کنم تو رود وایسما. جگر نمیخواد، رو میخواد که خدا رو شد تو دو ساعت منشو داری. حاجی دور زمونه عوض شده. اون دور زمون چلچلی شما آقام بود که مردم از گبر و مسلمون میومدن تو سرما و گرما سر و دست میشکستن بیان تماشای تعزیه. امروز روز دارا و ندار یکی از دوری علم کردن رو پشتوناشون که صد رقم هوری و قلمون تو تلویزیون جولون بده واسه شون. تعزیه کیلو چند آجی جون؟ تو هم روغنداغش زیاد نکن فتا، داری آب تو آون میکنی آجی جون. من علافم چرا سننه؟ هیچی آجی جون، ما که فعله ایم قربون قدت، شکایتی هم نداریم. امر کن صد سال وایسیم شمر خونی ولو هیچ کیام نیاد تماشا. بازم خیالی نیست، پاییم جون شما. فتا با این پاچه ورمال بازی ها نمیتونی گند کثافت خودتو بپوشونی.
امشب با عاطفه بلند میشی میای خونه ما، نامه اعمال تو بذارم جلوت. آبروی من به درک، فکر آبروی آقاد باش الوات. روم سیاه، نامه اعمال سیاه، شب سیاه و من سیاه و تو سیاه. یه ریزه دیر داری قصه آبروی مردی رو میخوری که 50 سال چله نشین شمخونی تزیه که عباس خونش خودت زدی تورک. آره جون. با اجازه. چی شد آجی؟ حالت خوبه؟ ملک عذاب شنفتی؟ ای فتاح، ملک عذاب من. فتاح؟ میگم چه کار کردی پیره مرد را اش انداختی؟ آزن عصابی، کی میتونه به بابات بگه بالا چشت ابروس؟ حتما قصه چه که کلامیره فهمیده رحشه گرفته، چه میدونو؟ نخه، آقا جون یه چیز دیگه میسوزه. ببینو، نکنه قدیم ندیما حرفی زدی فتاح؟ گیرم از قدیم ندیما حرف زده باشم، مگه گناه کردم؟ اه، من سرم چرا اینقدر آقا از گذشتش میترسه؟ چرا هر وقت حرف شمخونی آقا میشه به خودش میبیچه؟ حتما ریگی به کفششه. اره فتاح، یه کاری نکن پارو دلم بذارم و روزگارت با آتش بکشنم. لابد مثلا که چیزی انداختی تن بدنشو لرزوندی. آتی، من الان به حال خودم نیستم، بالا غیرتن گیر سپیش نده. بذار برم این مرتی که کلاموی رو پیدا کنم، یه دو سه روز ازش فرجه بگیرم، بعد میان میشینیم راجع به آقا و آقا گپ مفصل بزنیم. خوبه؟ ای؟ بده بره عجل باسن رو. اما شد سالی به 12 ماه یه لشکر آدم از بغل من نون میخورن، یکیش هم فتاح. دروغ و دغل نبود، دار و ندارم و میسپردم دستش پادشاهی کنه. بیا این چک پیش خرید برنجاییه که آفت زد، این چک خرید سیباییه که تو گمرو کپک زد. توی 20 سال قد 2 پارچه آباد ریختم تو حلقومش، سیرمونی نداره. اینو کجای دلم بذارم؟ 40 میلیون مگه شوخیه؟ آخه با این 40 میلیون چه نجاستی خورده؟ شکرم از مالک. سگ بستید ماشینه. سگ کدومه؟ همی که وقتی پیادی میری جغجغ میکنه. اینو میگی؟ این دزگیره با این دگمه روشن میشه با این خاموش، میخوای بزنی؟ ها، همون دزگیر دگمه ایه که پاکت نمیگیره. برفرض همه حرفای شما درست، که البته اکثرن هم درسته. حاجی، شما که میدونین بدبختی من از کجاست، جسارتن مسببشم خودتونی. اصلا میدونی چی حاجی جون؟ خر ما از کرگی دم نداشت، نمیخوادی 40 میلیونه بدین، میرم حبسشه میکشم. گیرم ازی بده ای خلاص شدم از داغ ننگی که رو پیشانیمه. چی؟ من پاک باختم حاجی، دیگه چیزی ندارم که بخوام واسه از دست دادنش بجنگم. ننه من غریبم بازی در نیار فتاح. تتوی 40 میلیون چیه؟ باز کلای کیا برداشتی که میترسی دست روشه؟ ها؟ من کلا بر نداشتم حاجی، کلا گذاشتم، کلا ننگ و خفت. با دست خودم یه نشونی کاشتم تو پیشونیم تا تیر غیب صاف بیاد بخوره وسطش. بدونی تیر نفرین و لعنت مردم چه دردی داره حاجی. تو روم حرف نمیزنن، اما به خدای احد و واحد کاذب جماعت اکراه دارن از معامله با من. گوش تیز کنی میشنفی چه حرف و حدیثایی پشت سرم نقله. معامله ای که دست شمخون توش زمین میخوره، معامله با فلانی خیر توش نیست. شمخون جماعت
بیرحمه، بیانصافه، لامذهبه. من بیرحمه، من بیانصافه، من لامذهبه. ده آخه قربون شکل ماهت برام، به خاطر شخص شخیص شما نبود، دیوانه بودم از نو برام رایی رو که آقام تا تج رفت و با مخ بخورد زمین. شمخونی که فقط در روزی محرم نیز، آجی جون آقای من، ارباب من، مراد من، من تو چشم مردم خودم شمرم، خود خودش. به امام حسین اگه گیر شما نبودم، شمخونی رو میبوسیدم میذاشتم کنار مثل آقام، میچسبیدم به یک کسب و کاری که لاغر دستم جلو کسی دراز نباشه. فتا یه حرفا رو 50 سال پیش از آقات شنفتم، تو نمیخواد واگوی کنی، واسه خوشخوشان من شمرخونی میکنی؟ نکن، برو به چسب زندگیت، عمری باشه تا محرم بعدی شمرخون پیدا میکنم مشرف. یعنی بریم که بریم آقا جان، از بس وراجی کردین سرم رفت، پشیم بریم پیکارتون. وخیزاتی وخیز، این همه سال سفوری کرده بودم، حالا واسه خودم شهرداری بودم. وخیزا بریم. آقا جون، فتا فتا آقا. حاجی، حاجی، وقتی تا زرت پرتت به در نرفته. نه ترس، خودی دیا پناه بر خدا، مثل مار به هم میپیچید. خیر نبینی رضا، این چه آشیارم پختی. استغفرالله. چه ملی، چه کتبانو، چایی بخوریم یا خجالت خانم؟ اختیار دارین آقا جون، قابلی نداره. تو رو خدا ببخشید، من باید زود به زود به شما سر بزنم، اما درس و دانشگاه و این مشغلهای دانشجویی نمیذاره. میدونم بابا جون، توقعی ندارم. شما جوونین با هزار آرزو در سر و هزار کار نکرده و هزار راه نرفته. خب یه وقتایی دلم برات تنگ میشه، اما عادت کردم با این دلتنگیام کنار بیام. میدونی یه شک مثل خوره افتاده به جونم، داره کنف و یکونم میکنه. چی شده آقا جون؟ قصه من و بابا حاجی خودت که میدونی. آره میدونم، میدونم رقیب عشقی هم بودین. بی بیالیه شما رو انتخاب میکنم. بابا حاج رضام که شمرخون قهاری بوده، به این نتیجه میرسه که دلیل شکست عشقی شمرخون بودنشه. به همین دلیل شمرخونی رو میبوسه و میذاره کنار. شب بله برون من و عالیه، وقتی فهمیدم رضا چه خیالی داره رفتم دنبالش. حیف بود رضا شمر نخونه، چون تک بود، رو دست شمرخون پیدا نمیشد. پیشم خانه تازه باش. شیطونو لعنت کن رضا. تو و محمد علی جفتتون نور چشم من بودین و هستین. تو دلخورید واسه سروسات امشبه.
خودت که شاهد بودی من همه چی رو سپردم دست خود عالیه. من که نمیتونم به زور دخترم و شوهر بدم، باید خودش بخواد. من که نیومدم گلگی حاجی، فقط آمدم اینا رو بدم و برم. حلالم کن. به این بساط پشت نکن رضا، حیفی. رضا وایسا تو رو به نون و نمکی که خوردیم نرو. تو رو به رفاقتمون قسم نرو. این لقمه که تو برداشتی حق من بود. پا پیش نمیذاشتی عالیه نصیب من میشد. رضا عالیه از تو میترسه. 100 سالم که پاش بشینی بازم جوابش نه است. اون از رضا شم میترسید که مرد. تو هم یه روز پاشو میخوری، تقاصشو پس میدی. تقاص چی رو؟ روز تصویه سام میفهمی. رضا هاری وقت تو از خودم میپرسم خب تو خطام چی بوده؟ چرا رضا منو حواله کرد به روز حساب؟ تقاضا چی رو باید پس بدم؟ چجوری؟ من از اون شب دیگه رضا رو ندیدم تا شبی که واسه خواستگاری عاطفه با پسرش فتاح اومد خونه ما. چشم به رضا که افتاد تنم لرزید. گفتم حتما اومده برای انتقام. مخالفت کردم اما حریف عاطفه نشدم. پسر رضا شد داماد مندلی و بابای تو. شرط رضایتم با بابا تعزیه بود. بابات هم قبول کرد و وایساد بر دست خودم به تعزیه خونی. دست بر قضا شد شمرخون تعزیه ها. تا یه مدتی همه چی خوب بود. تو که به دنیا اومدی خوبترم شد. اما الان یه چند وقتیه که سر ناسازگاری داره. از ندونم کاری و عیاشی تا چکبازی و کلاهبرداری. شکم به اینه که فتاح با نقشه رضا قرار منو شکنجه بده. اونم نه یه بار و دوبار و ده بار، بلکم یه عمر. عجیبه. چیش عجیبه؟ رمزگشایی های تاریخی تو. یعنی مهملاته؟ بله نسبت آقا جون. فهم قصتون سواد روانکاوی میخواد که من ندارم. اما با شناختی که من از بابام و جفت بابا بزرگام دارم نمیتونم قبول کنم که شکتون درسته. شک شک بابا، اسمش روشه. اگه درست بود که میشد یقین، بدیش اینه که شک. بیا بابا این چکو بگیر. به خدا بابا حاجی، من واسه خاطر چک نیومدم پیشت. یعنی بابام ازم خواست بیام پیشتون گریه زاری کنم. به قول خودش هندی بازی درانم تو شما بدهیشو بدی. اما به من برخورد. از خونه زدم بیرون. اومدم شب پیشتون بمونم. قدمت رو چشام یلدا جان. اون این چکو بگی فردا بهش بده. به نظر من بذارین چند ساعتی بازداشتش کنن. شاید یه تکونی بخوره، دست از این اشتباهاتش برداره. آجی یه نمه شما کتابی ها، یه نمه ما. معامله میشه دو سرسو، هر دو طرف هم راضی. یه سوم چک 6 ماهه، الباقیش هم نقد جرینگی. قرار نسیه باشه 10 تا مشتری پاش خوابیده. تازه شیرین ترم میخرن. قرار ما نقد بود، نبود فتا؟ نقده آجی جون. نقد شکمته؟ نقده قربونت، نقده آجی جون، نقده. میگه یه سومش چک 6 ماه هست. یه سومش چک آجی، باقیش تراور تا نخوردهه. فتا تو که میدونی پول ای بار وقف تعزیه است. 2-3 ماه دیگه هم محرمه. من چک 6 ماه به چه دردم میخوره؟ آجی جون من یه کاری کنم که چکش اول محرم نقشه حله؟ تو یه روده ای راست تو شکمت هست؟ آجی قربونت کوتا بیا، بذاری بنده خدا هم یه قرون کاسب شه. تو یا ای بنده خدا؟ ما هر دومون جیره خاریم، چه فرقی میکنه آجی؟ حله؟
رضا اگه آمدی گلگی فتا کنی بدون که من این دندون کرمو رو کشیدم، اگه اومدی پی چکای سختت بدون که شکر خدا من دستم به حساب کتابی دنیا بند نیست. اگه آمدی یهو بگو راتو به کشمور و من دلی چرا اگه به خیکم میبندی؟ یقین قاطی این اگرات اگه خواستم تو قهوه خونه قرازه رفیقم یه استکان چای تلخ بخورم بازم کاری ازت ساخته نبود. خیلی خب ما رفتیم، تو بشین همینجا تا قیوم قیومتی که پاره بسته کن. مندلی قهوه خود تعطیله. هیچی نگو رضا، فقط گوش بده. 50 ساله که هر وقت تو تعزیه وای میسم جلوی جمعیتو قسمشون میدم به دستای بریده عباس چشام سیاهی میره، انگار که سیلی حضرت عباس صاف میاد میخوره تو صورت من. مونده بودم تو کار خودم، من که یه عمر نوکری قمر بنی هاشمو کردم، برای چی آقا از من دل خورم؟ شب بله برون عالیه یادته؟ گفتم عالیه از تو میترسه رضا، گفتی عالیه از رضا شم میترسه که مرد. من رضا شم رو کشتم رضا، من باعث شدم تو به نوکری آقات پشت کنی. حالا امروز اومدم بار این قتل رو بذارم زمین، خود دانی. حکایت خیانت آدمیزاد به خودش من دلی. من تو عین همیم، جفتمون با هم رضا شم رو سوزوندیم. تو نفتش رو ریختی، من کبریتش رو کشیدم. روزگار امروز رضا بدتر از من دلی نباشه بهتر نیست. ناخلف بودن فتا تو اون دنگچی خودمه. من تعزیه میخوندم به هوای عالیه، نه به عشق حسین. پس ما هم بی‌حسابیم. رضا واس چیه؟ هنو باهات حرف دارم. من چند سباهی ناخوشم، خیال وصیت حاج اسماعیل صفر چسبیده بیخی گلوم. اون دو تا وصیت داشت، یکی این که مواظب مال و دخترش باشم، یکی هم این که تعزیه رو بسپارم به نوه‌هاش. مالشو 10 برابر کردم، اما بعید بچه هاش بتونن تعزیه رو نگه دارن. این چیه؟ وصیت نام هست، اومدم بسپارمش به تو. به من؟ من تو عمرم کی سر از مال دنیا در آوردم که این بار دومش باشه؟ امسال عمر خودم کفاف بده، بچه ها رو جمع میکنم، باهاشون تهی میکنم و تموم میکنم. اگه عمرم قد نده کار خودم.
حاجی یا حسین. حاجی شده آمبولانس خبر کنید. حاجی شده همه کلی رو نابغه میداره. تو این هلیبری فقط هم یه قلم رو کم داشتی. که؟ عمته. بابا چه عجب آبجی، ناپریزی کردی؟ علیکم السلام، خوبی؟ خوشی؟ بچه ها چطورن؟ فتاشم چطوره؟ میگم صدات چرا گرفته؟ خدا نکنه طوری شده؟ یا امام حسین، یا امام حسین. چی شد بابایی؟ آتی جون من الان اصلا تو شرایط خوبی نیستم، بعدم بهت زنگ میزنم اوکی؟ چی شده؟ کی؟ وای خدای من، کسی به آصف خبر داده؟ حتما خبر دادن دیگه. به آفاق چی؟ بله بله آقای جعفری حالتون چطوره؟ ببخش قرمات به هم زدم، خیلی به هم ریخته بودم، مغزم هنگ کرده بود. حالا بهترم، میتونی بری. برم؟ کجا برم؟ به کارت برس. میدونم نقشی که قراره بازیش کنی چقدر دوست داری، من مزاحمت نمیشم. تو خیلی تلاش کردی نقش رو به دست بیاری، نمیخوام واسه خاطر من از دست بدی. منم یه خورده که حالم بهتر بشه را میفتم میرم. تنهایی؟ آره اینم یه سفره، مثل بقیه سفر رو که تنهایی رفتم. من قرارم رو کنسل کردم، مارلون براندو قرارش هی من بازی کنه. مثل اینکه هنر زیبای تغییر کردن آدم‌ها در خانواده مرحوم زاهدی اپیدمی شده. پاشو وسایلت جمع کن، می‌خوایم بریم. بلند شو، وقت نداریم. آی آقا جون، بمیرم برا غریبیت آقا جون، بمیرم برات که حتی تو ازاد بچه ها تو رو برد نیستن آقا جون. آی قربون تنهاییت برم، قربون صبرت برم آقا جون. آقا جون بعد تو کی از آی حسین رو رانق میده؟ کی میخواد تعزیه به ما کنه آی آقا جون؟ قربون قدرت، دوره تو گردم، برو به مامانی هم بگو. صادق جان شما مادره برد. وای آذر جان آمدیم بالاخره، چرا زدی؟ همه آخرت باشه خواهر. هم نبینی آبجی زحمت افتادی راه تو. مجبور باشید. خدا رحمت کنید. آقا زحمت کشیدی. خدا هم باتتونه بیاموز. از آبجی وفا خبر دارین؟ نه والا من خبر ندارم. من آمارشو دارم اما تو راه. بابات کو امه؟ صاحب اساس امه دمه در ایستاده. خوش اومدی پسر دی، یلدا هستم. منم کامی هستم، ببخشید. Thank you.
فتا. سلام علیکم. تسلیت عرض میکنم. تسلیت عرض میکنم. هم آخرتون باشه. صد رحمت به غریبه ها. صادق معرفتش از تو بیشتره. بفرما آبجی، بفرما. دم در بده. آمدی آبجی، آمدی. چرا اینقدر دیر؟ چرا حالا؟ آقا آبجی. آبجی آقا جان چشم رایته. نمیذاره چالش کنی. میخواد دختر بزرگیشو ببینه. خیلی سال ندیده، دلش تنگه، روحش معذبه. آیا آروم باش آتی، آروم باش. باش آقا جان، بابای مهربانا، بابای مهربان دوستا، باشو ببین چقدر اومدن دیدنه. باشو ببین به چقدر اومدن. آقا جان، آقا جان، برو با خودت ببر. آقا جان، بفرم. آقای آصف زاهدی؟ بله. بلند زندگی میکنید؟ بله بله. چند ساله نیومدید ایران؟ حدوداً 22 سالی میشه. دلیل خاصی داره؟ پدرم فوت کرده. عجب. خدا رحمت شما. جنازه حاجی خدا بیامرز چال کنن تا شما تشریف بیارید. ای داده بیدار، دلم میگه دلت میخواسته باشه آخرین بار قیافه آقاتو میدید. اما دیدار رفت به قیامت. حرف من برو نداشت. اول و آخر همه چیز آقا داداشتون معلوم میکنه. کار خوبی کردی. درست نبود که دفع کردن آقا معطل من بمونه. درست یا غلط شد دیگه آصف. بفرما بفرما. شادی روح تازه در گذشته و طول عمر تازه رسیده. صلوات اللهم صل علی محمد آل محمد. این کارا برای چی آخه؟ اینا کمترینه برای بزرگتر فامیل. عزایی نبودیم گاو میزدیم زمین. واسه عزت سربلندی بزرگ خاندان زاهدی صلوات اللهم صل علی محمد آل محمد. ظاهرا قصد داری من و علی رو به جون هم بندازی. این چه حرفی آقا آصف؟ لابد از ایستگاه تا اینجا مختونو خورده. خیلی خوش آمدی. خوشبختم حاجی. حسابی بهتون زحمت دادم. آمد ای خدا، بیا بابا بیا. اینام یوسف گم گشته آجی، اینام کلبه احزان آجی. این خودش نیست، چشم ها کنه به بوی یوسف. ای بمیرون برا غربتت آقا جان، بمیرون برا حسرت به دلیت آقا جان. داداش آمدی آقا تو ببینی؟ دیر آمدی داداش، دیر. آقا تو حسرت به دل رو زیر خواهی داداش.
باز کلی بازیاشون شروع شد. اینا کی میخوان آدمشن دست از مسخره بازیاشون بردارن؟ میدونم دیر رسیدم، اینم برام شد یه حسرت بزرگ. حسرت به دل مرحوم آقا جونم بود که 20 سال آزگار پسر بزرگشو ندید. خدا بیامرز آقاتون یکی دو ساعت قبل از مرگش سر و مر و گنده آمد قهوه خانه، ای بار کمرشکن و گذاشت رو کولم و رفت. هرچه چموشی کردم زیر بار نرو، نشد که نشد. حالا ای حال ای همون امانتی حاجیه. بنده شرعن و عرفن چاره ای ندارم، باید کار ناتموم شو تمام کن. جسارت حاجی، غرض از کار ناتموم چیه؟ اون چون که از لفظ خودش نید، سر سامان دادن به تعزیه هر ساله محرم. طول و تفصیلش حتما نوشته. میبینید مهرموم کاغذی که به من سپرده هنوز دست نخورده است. حالا توش چه خبره؟ الله حال. خب زودتر بازش کن ببینیم توش چه خبره. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خیر الکلام ما قل و دل. من بنده روسیاه خدا محمد علی زاهدی در کمال صحت عقل و عافیت مزاج و به قلم و امضای خود به وراث عزیزم آصف علی آفاق و عاطفه زاهدی اتمام حجت می کنم که بنای تقسیم اموال در وصیت نامه ام قید شده. شرط خواندن وصیت نامه خواندن تعزیه سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دهه اول محرم الحرام است. دو پسر و دو دامادم باید به اجرای تعزیه همت گمارده و در خواندن تعزیه مشارکت نمایند تا بتوانند وارث مالم شوند. نظارت بر حسن انجام کار بر عهده حاج رضا احمدی است. عمر همگیتان دراز باد. الاحقر محمد علی زاهدی. من فکر میکنم آقا جون با این کارش میخواسته با یه تیر دو نشون بزنه. حفظ سنت تعزیه و اتحاد بچه هاش. برای من که زنده شدن این نوستالژی هاست. شاید هم هدفش این بوده که ما یه تلنگری به روح و روان و عقایدمون بزنیم. برای من جالب بود. اشکالی توش نمیبینم. شدنی نیست آصف خان. شدنی نیست. شما داغی؟ متوجه نیستی؟ ما هر کدوممون هزار جور مشغله داریم. نمیتونیم هر سال محرم پشیم بیایم بستام تعزیه بخونیم که. شما خودت حاضری هر سال محرم از اون کله دنیا پشیم بیایی بستام تعزیه بخونی؟ حالا بر فرض ما حال که اومدی اصلا بلدی؟ نه میخوام اینو بلدی؟ چیش غیر عقلانی علی آقا؟ من که هستم تخصصش هم دارم. تئاتر خوندم، تزمم تعزیه بوده. برای طراحی صحنه و لباس هم آفاق میتونه کلی ایده خوب بده. کاوه خان، تعزیه نه تئاتر نه بالماسکه، یه مراسم مذهبیه. بالا غیرتن پاتو تو کفش دین رو مذهب نکن. آخو فتا تو تعزیه های آقا جون همه کاره بوده، اپسش بر میاد فوتو فنشو یادتون میده، کاری نداره. بابا جان الکی نیست. ای بالا گل نشستم گن لنگش کن.
یا باید طبق وصیت آقا جون عمل کنیم یا از ارث صرف نظر کنیم. عجب. ولی من یه راه بهتری سراغ دارم. خوب گوش بدید. حرفی که میخوام بزنم هم قانونیه هم شرعی. طبق قانون شرع مقدس متوفا حق داره درباره ثلث اموالش تصمیم بگیره. دو سوم اموالش شرعاً و قانوناً متعلق به ورثه است بدون هیچ معنی. بنابراین کلیه مایملک حاجی اهم از اموال منقول و غیر منقول از این به بعد حق الناسه، یعنی متعلق به براسه. استفاده کردن ازش جایز نیست. تا کی؟ تا وقتی که تکلیف اموال روشن بشه و هر کسی به حق قانونی و شرعی خودش برسه. یعنی خوردن چای از توی این استکان بدون اجازه وراث جایز نیست. و سلام. میفهمی؟ یعنی ما دوزیم داش علی؟ ایول دم شما علو. خیال کردی تا حالا کی به پای اموال حاجی بود؟ من نبودم که حاجی لنگ کفن بود. آقا فتا این کار به نفع هم است. برو بازو به کارون برسی. عطای جون ایول داش علی بذار کفن آقات خوشه بعد چوب عراج بزنی به آبروش. تازه شون توی خونه که چیزی نیست. حاجی دفینه هاشو جایی چار کرده که عقل جنم بهش نمیرسه. دفینه‌ش هم پیدا میشه. لازم نیست اینقدر جوش بزنی. عطای جون بینجا توی این خونه به اندازه یه تریلی اجناس عتیق است. میخوام همه رو مو به مو ثبت کنیم. من بینید بینجا یه سوزن نمید از قلب بیون. نقلخوری نقره کوب یک عدد. صبح بخیرمه مورنینگ امو جون. صبح بخیرمو. تو همیشه سرخیزی امو جون. بستگی با آب و هوای جوی داره. وقتی هوا طوفانیه بیخوابی میزنه به سرم. پارچه ترمه مدقال اعلا کار یزد دو چون. ده تاقه. میگم آبجی من تو پارچه مارچه زیاد سرشه ندارم. تو که وارد یه نگاه بکن ببینم کار یزده. خیلی روت زیاده به خدا. چرا شما تو قیافه این؟ میبینی آصف کار خوبی کرده. توقع داره براش کف بزنن و هورام بکشن. خیلی کف و هورا پیشکش. میگم آخه چرا اخم و تخم کردی؟ یه جوری نگاه میکنین که انگار من کیسه دوختم واسه اموال آقا جون که همه رو سر بدم توش. علی کار قشنگی نیست. داری زیاده روی میکنی. میشد بشینیم و با توافق همه چی رو لیست بکنیم بدون اینکه نیازی به لشکرکشی داشته باشیم. داداش شما با فضای ما بیگانه ای. نمیشناسی امثال این فتا. باز چه بامبولی دارن سر هم میکنن این دیوونه ها؟ سب کنی آقا سب کن. من همین سباقسان بای خانه آقام بلدم. میدونه چیزای قیمتی و پا به پولوشو کجا قایم بکنه. سب کن تا نشونت بدم. اینا من گنجه آقام کشیدم بیرون. سیاهشو بردار یه وقت دست در نره. بیا دیوونه بازی ها چه در میاری؟ صدا تو بیار پایین. نمیخوام. میخوام داد بزنم ببینم چی کار میکنی. صدای خودمه. ارث آقا جون نیست که بخوای روش مهر بزنی. روی حساب من راه نرو. آتی جون عزیزم آروم باش. بیا بریم تو اتاق با هم حرف بزنیم. کجا بریم آبجی؟ کجا بریم که غصبی نباشه؟ این زمین زیر پامون هم غصبیه. کجا قدم بزنیم که شک و شبهه توش نباشه؟ نمیبینی چه بلایی به سرمون اومده؟ خدا مامان حوار نکن. دیالی خواهش میکنم شما ادامه ندید. اون وقتی که همه تون پیکیفتون بودین کی تر خوش که بابای پیرتونه میکرد؟ کی اصلای دستش بود؟ کی کنیز دست به سینش بود که نکنه غم دوری بچه های بیرگش کمرش تا کنه؟ من یا شما زردگوش هایی که به بوی دومه کباب سیخ شدین با آبروی چند دونه چند ساله حاجی؟ خفه حاجی خفه میشم خفه میشم آفا خانم خفه میشم خفه میشم تا با خیال راحتم غلطی دلتون خواست بکنین. بفرما علی آقا.
سر آب دیده سوغات آقا جونو که کربلا واسش آورده ابریشمیه. مزه نه اگه دستت باشه که هست میدونی قد اون چهار چرخ ماجید شانسی بلندت میارزه. بفرما اینم جزء دارایی حاجی سیاهش کن تا خلاص تو آتیشه بشه. یا الله آی آی آقا جون آی آقا جون کجایی به جهنم به درک از من سامنی آی خوشت جایی بابا بابای نجیبم بابای حاتمم قربون و دست دل بخشندت بشم. چرا حساب این روزا رو نکردی؟ چرا منو به نیشه ی افیا سپردی؟ چرا رفتی بابا؟ منم حالم دست کمی از آتی نداره. میرم خونه باغ پیش مالک شد حال هوا می کمی عوض شه. سند خونه باغ نیست. همه چی هست الا یکی. حتما قبل از اینکه ما به خودمون بجنبیم یکی زرنگ تر از ما زده و برده و گم و گورش کرده. بابایی شما لایک کردی زیر هرچی شک و خیال ها. شک و خیال چیه بچه جون؟ چرا اینقدر خامی تو؟ لابد یه خبرایی بوده که اینجوری فحاشی کردن و عربده کشی را انداختن. اگر ریگی به کفششون نبود اینجوری جلو حکم قانون و شر قد علم نمی کردن. دو تا احتمال وجود داره، یا زیر سر فتاحه یا کار این مالک چموش. ممنونم مالک جان. جان دیولا خیالون راحت باشه که آموخته. راحت راحت. طبعه آصف خان میگم پیکنیک داره همیش لطف بیشتری داره نه؟ بله به شرطه که همسلیقه باشی و سر یه چیز کوچیک مثل غذا دعوات نشه. باری کلا باری کلا. و چرا ندیده و نشناخته خیز ورداشتی سمت آفاق؟ نکنه باش همسلیقه ای؟ اینا با من که برادر تنیشون هستم رو راست نیستن، چه برسه به تو که ناتنی هستی؟ آفاق بیماره، مریضه، عقده‌ایه. عاطفه بدتر از اون شده پاسوز یه آدم طماع لات الوات که حاجی خدا بیامون از دستش خون گریه میکرد. حکایت باباش هم که خوندنیه، حاج رضا خان شمر. یعنی حاج رضا همون رضا شمر قدیمی که با آقا جون دشمنی داشت؟ بله، کیه؟ پس چرا شده وکیل وسیع آقا جون؟ عقد مام حیرون همین معماییم آصف خان. وقتی میگم نمیشناسی ترش میکنی. شک ندارم که یک کاسه ایجا نمیکاسه هست. حالا خرجتو سوا کن برو تو جبه اونا. ای مالک سند این خونه واق کجاست؟ حاجی وصیت کرده بذارن لاکفنشو چالش کنم. ببین سر به سر من نداره، اعصاب مصاب ندارم ها. سند واق کجاست میگم؟ اعصاب نداری برو بخر. من نه اعصاب فروشم نه وکیل حاجیم نه خرصندوقم. من چه میدانم سند خونه واق کجاست؟ خیلی خوب تو هم برای ما بتازون مالک. صادق یه زن بزن به عطایی بگو یه مأمور بفرسته، میخوام کل اینجا رو مهرمون بکنه. کل اینجا مهرمون. بگو صد تا مأمور بفرستم کسی پلش داخلی باغ بذاره و همین ماشینی میفتم دجونه. هر وقت سندی باغ آوردی من تکتیلو میذارم رو کورم میرم پیکارو بدون سند کسی دست به دیفالی باغ بزنه و همین بین میفتم دجونه. حالا چرا اوقات تلخه؟ اوقات شیرین میخواد اینه چی کن؟ چی کن؟ مسخره میکنی؟ نه به جون خودم این تیکت خیلی باله، معنیش چیه؟ از پیارت بپرس. بابام زدی به تیپ و تارم با ما چرا همون مالک؟ خب تم پسر همین پیاری دیگه از ران رسیده طلبی باباش از من کرد. من چه کاره یا؟ سند پیشی من چه کامنه؟ من نگهبونی سند بودم که آمدین سراغی من. خیلی خب مالک، ما که تسلیم شدیم که ول نمیکنه. این چیه؟ ارزم به خدمت شما کلیه اموال منقول و غیر منقول حاجی منهای سند خونه باق و خرت و پرتش. با من چه مردی؟ نفرمایی شما بزرگ مایی و صد البته وکیل حاجی. بابا جون
من وکیل کاغذی هستم که به مصفاده، یعنی به راه انداختن تعزیه هر سالش. من قولش به من چه دخلی دارم؟ وکیل معتمد حاجی یعنی همه کارش، اختیاردار مالش و ادامه دهنده منامش. ما داریم میریم تهران، تا نزدیکی های محرم هم نمیاد. نزدیکی های محرم خدمت میرسیم تا در مورد تعزیه امسال یه اقدام مناسب بکنیم. اون وصیت هم بخونیم و زحمت شما رو کم کنیم. این لیست هم در خدمت شما باشه که در غیاب ما بدونید که چی بچه. ولی علی جون، ولی بی ولی حاجی جون، آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری جاته. لطفا علیسی. نزار جلوی وصیت مندلی و تعزیه آقا سرفکنده بشم. فکر نمی کردم روزی تعزیه مندلی با اون دبدبه و کبکبه بیفته گردن من. شنیدم بچه‌هاش بد جوری افتادن به مرده خوری. چه عرض کنم سید؟ لابد حکمتی توشه که ما نمیدم. ما با کی طرفیم؟ با خودم سید. یه مقداری پسنداز دارم میذارم بسته، لازم شد بقیهش هم قرض قول میکنم. فقط سر جدت لنگم نذاری. چه خبر از تعزیه آقا بزرگ؟ بابا حاجیت کاری کرده؟ قرار نیست بابا حاجی من کاری کنه. قراره شما مردای فامیل تعزیه رو اجرا کنی. بابا حاجی من ناظر بر حسن انجام کاره. میگم آقا بزرگم بیکار بوده، امروز تعزیه جواب نمیده. اصلا قرار به حفظ دین و ایمون باشه که هر کس تو دل خودش یه پار دین و ایمون پسنداز داره. با تعزیه خونی چیزی عوض نمیشه. بازم همون بحث اجتماعی بودن دینه. دین ما علاوه بر دل خودمون یه خورده به فکر دل همسایه و دوست و فامیل و مردم هم هست. امام حسین هم اگه به خاطر دل خودش بود پا نمیشد بره جنگ و عزیزتری آدم های زندگیشو قربانی کنه و خودش هم شهید بشه. نمیدونم، باورت نمیشه دو یوسف چند تا کتاب تعزیه با خودش برده و داره رو تعزیه کار میکنه. اورگنایز. بس علی، مرمت آلیزی، حالم داره به هم میخوره. تو چه چده میشه؟ از شاستت بپرس که فردا داره با تو میاد بستام. خب بیا. به عشق دخترم مهه داره میاد بستام. بابا ترسوندی ما رو. همه این فکر و ذکرش شده یلدا. دیر به جنبیم بچه‌مون از دستمون در میارن. خیالاتو شدی آذر جون؟ من بچه‌مو اینه کف دستم میشناسم. اون عشق عاشقی تو کلش نیست. اون داره با سیاست نفوذ میکنه تو خونه فتاح تا به قول خودش خفتشون بندازه. همین. تو همه چیزو خوب میشناسی جز مشکلات خانواده خودتو. علی، این بچه با تو بیاد بستام یه پیت بنزین میریزم سرم و خودم رو خلاص میکنم. همین. به خداوندی خدا یلدا، بهای هر شب بری توی جعبه جادویی و با این پسردایی ترکر کنی، همه چی رو میذارم کف دست بابات. خودش میدونه و دخترش، حالتو جا بیاره. هر کاری دلتون میخواد بکنید، اما من و پسردایی بحثمون راجب تو داییه. راستی مالک، نمیدونی اسباب اسخالای تعزیه کجاست؟ چرا ندارم. خب کجاست؟ پیش خودم. نمیشه که من حرفی نزنم مالک. شرعن و عرفن بچه ها باید از همه چیز باباشون خبردار شن. شرع و عرف اسم من نخوان رضا. اصلا بگمونم همه اینا رو مندلی وقف کرده باشه. رو چه حسابی همچی گمونه کردی؟ خیلی هم گمون نیه. از خیلی وقت پیش شک کرده بودم. وقتی دیدم علی سند پیدا نکرد یقینم شد که وقف کرده. خواه تو وکیلشی، سری به سب بزن تاتوش در بیار خانه باد. دقیقا کی وقته؟ 5 سال پیش. یه روز بیخبر آمد پیش من، حال عجیبی داشت، انگاری خواب نما شده بود. نشست رو همین صندلی که شما نشستی. خونه باغ و با آب و متعلقات و اساسیش رو وقت تعزیه کرد.
درسته. راستی مالک، نمیدونی اسباب اسخالای تزیه کجاست؟ چرا ندارم؟ خب کجاست؟ پیش خود. نمیشه که من حرفی نزنم مالک. شرعن و عرفن بچه ها باید از همه چیز باباشان خبردار شن. شرع و عرف اسم من نخوان رضا. اصلا بگمونم همه اینا رو مندلی وقف کرده باشه. رو چه حسابی همچی گمونه کردی؟ خیلی هم گمون نیه. از خیلی وقت پیش شک کرده بودم. وقتی دیدم علی سند پیدا نکرد، یقینم شد که وقف کرده. خواه تو وکیلشی، سری به سب بزن، تاتوش در بیار خانه باد. دقیقا کی وقت کرد؟ 5 سال پیش. یه روز بیخبر آمد پیش من، حال عجیبی داشت، انگاری خواب نما شده بود. نشست رو همین صندلی که شما نشستی، خونه باغ و با آب و متعلقات و اساسیش رو وقت تعزیه کرد. درسته. سلام داداش، رسیدم بخیر. چه بی خبر اومدین؟ علیکم سلام. راضی به زحمت نبودم بیای پیش واس. خواستم وقتی برسم خودم خبرت کنم. آمدم اگه کلبه درویشی ما رو قابل بدونین دعوتتون کنم قدم بزنین سر چش. ممنون، سر فرصت مزاحم میشم. اجالتا میخوام یه سر بزنیم خونه آقا جون. خانه آقا جون؟ خانه آقا جون که درش بسته است، کسی هم توش نیست. کلیدش دست منه، این هاش. در خانه رو که خودت محرموم کردی، کسی حق نداره پاتوش بذاره. سر بسرم نظر آبجی. داداش او کلید در بیار، وگرنه چی؟ خودت یادمون دادی مأمور خبر کنی برای خانه بابا. دارم درس پس میدم. یعنی منم نمیتونم برم خونه آقام؟ وقتی من که دخترشم حق ندارم، لابا تو هم که پسرشی حق نداری. میدونی میخوام با بهترین گروه تعزیه منطقه قرار بذارم، یه تعزیه توپ را بندازم که این بسامی تو خوابم نیده باشن. تو وصیت آقا جون شرط کرده بود خودتون باید بخونین. شرط آقا جون شرط نمادینه، میدونی به قول خودتون چی؟ سمبولیک. سمبولیک باریکلا، سمبولیک. منتها مقصود آقا جون میدونی چی بود؟ مقصود آقا جون این بود که بار تعزیه رو زمین نمونه. تو نگرانی چی آفا؟ نگرانیم علیه. بفهمیم میخوایم چی کار بکنیم، از فردا کارشکنیاش رو شروع میکنه. خب با حاج رضام صحبت کنیم، همینه بالاخره میفهمه که. فرق میکنه کاوه، حاج رضا وکیل آقا جونه، آقا جون کار تعزیه‌اش رو به اون سپرده، ما باید با اون هماهنگ باشیم. پای حاج رضا وسط باشه، علی خل سلاحه. خیلی خب، علی حواست باشه، خیلی وقت نداریم. حواسم هست. ملبس و تعزیه امسال حاج خدا بیامرز دست خودتون میبوسه که از هر حیث شایسته تری. ما هم هر طور که دستو بفهمید از خجالتتون در میاد. بحث مجلس امام حسین علی آقا، من از خدام شرایطی پیش بیاد که من و امسال من بدون ترس از سیشی سن و رزق و روزی دنیا بتونیم نوکری امامو کنیم. از من حقیر میشنوی؟ بزرگواری کن، با
بقیه ورثه مرحوم حاجی یک دلشین. هم روح اون مرحوم شاد میشه، هم مجلس آقا با صلابت برگزار میشه. اینجوری دنیا آخرت خودتون هم آبادتره. چیزی شده سیه؟ چیزی شنیدی؟ از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ از یه طرف حاج رضا به عنوان وکیل وصی حاجی همین تکلیفو کرده، از یه طرف هم شما که پسرشی. من این وسط چیکار کنم؟ مجلس آقاست، چشم هم چشمی بر نمیداره. به جدت قسم سید، من اصلا خبر نداشتم حاج رضا با شما صحبت کرد. عمه جون قربونت برم، حالتو درک میکنم، اما خداییش بابا هم هیچی تو دلش نیست. این قصه ارث و میراث و شرط و شروط آقا جون و وکالت حاج رضا انداختتش سر لج. شما یه اپسیلون روی خوش نشون بده، مثل مون تو دستت. من که حرفی ندارم عمه جان، خودت شاهد بودی، دیدی بابا چه کار کرد. یه خورده شما کوتاه بیان، یه خورده بابا. من و یله خانوم بریم تو کار جوشکاری و جوشش بدیم روابط حسنشه. به خاطر گل روی شما دو نفر من حرفی ندارم. او یه قدم ور داره، من ده قدم ور میدارم. بره محرومم رو وا کنه، منو میرم دستشو میبوسم. خب عمه جان؟ من بی خودی شکاکم، بدبینم، حساسم. شما جای من باشی چی فکر میکنی؟ آقام وصیت کرده که وراثش تضییع بگیرن. ما جز به وراث نبودیم که از هیچی و هیچ جا و هیچ کس خبر نداریم. لابد نیستیم دیگه. یهو چشما میکنیم میبینیم ای دل قافل، جاتره و بچه نیست. قبول، قبول علی، من اشتباه کردم که پیش پیش تضییع خان خبر کرد. باید با شما مشورت میکردم که نکردم. باید به شما خبر میدادم که ندادم. پیری و هزار درد بی درمون. ترس داشتم. ترس داشتم پای وصیت آقاد لنگ بمونه. همین. حالا هم که دیر نشده بابا. غلط کردن و معذرت خواستن به درد همینجور موقع میخوره دیگه. از علی خبر نداری؟ چرا؟ بستمه. اه؟ کی اومده؟ دو روز پیش. با صادق دوتایی آمدن. بر چی اومدن؟ آمدن در به در دنبال تضییع خون میگردن واسه وصیت آقا جان. یعنی چی؟ اون که با تضییع خونی مخالف بود. هنوزم تو دلش مخالفه. سیاستشه. افتاده وسط که یه وقت کار دست ماها نیفته. غلط کرده. بعد اون شوی موسکی که را انداخت، حال نوبت تعزیه رسیده. این آقا به درد ما میخوره. خدا حفظتون کنه. بله آقای خنجری، البته تو تعزیه خونای منطقه خدا بیامرز حاجی آقاتون عرض میکنم. خدا رفتگان شما رو بیامرز. حرف اولو میزد. ایشون از نوابق و نوادر تعزیه گردونی بودن. این بنده خدا تو یکی از روستاهای پشت بستام سکونت داره. نکته جالب انتخابتون اینه که شوهر خواهر محترمتون هم ایشون رو انتخاب کرده. شوهر خواهر محترمم؟ فتاح؟ نه خیر، اون همشیرتون که شوهرش هنرمنده، آقای دلشاد. آقا و خانوم خوشبخت کودتا چی؟ رسیدن به خیر. علل قاعده تو کودتاست که چرا خاموش میان، زیرابی میرن، موش و گربه بازی میکنن که کسی نفهمه که کی وقت حمله است. این مزخرفات چیه به هم میبافی؟ عوض خوش آمدگویی یا احوال پرسیته؟ خوب گوش کن موس یا موس موس. همینطور شما مادمازل فیس فیس، اگه خیال کردین یه نمایش سوزناک درست میکنین و جا تعزیه غالب میکنین به خلق الله و یه قلم به پول بزنین جیبتون، خدمتون عرض میکنم که کور خوندین. اتفاقا منم واسه همین حساب و کتاب اومدم تو میدون. اومدم تا وصیت آقا جونم و مو به مو اجراش کنم. تو هم جزو وراث حاجی هستی؟ بفرما این گوی و این میدون رو کن هرچی تو چند تته. وقتش برسه و پاش بیفته بهت نشون میدم چی تو چند تمه. پس این لاتبازی ها چیه؟ کار دست لاتا باشه بهتر از اینکه دست رقاصا باشه. احترام خودتو نگه دار علی آقا، من تا حالا به شما توهین نکردم، ولی کاری نکن مثل خودت با زبون خودت جوابتو بهت بدم. این کارا چه میکنی؟ این وحشیگری ها چی احمق؟
پای شدی بدبخت. این تو چه مرگت شده علی؟ گوش کن افاق، من نشم روزم میمونده باشه، نمیذارم این بی غیرت تنلش عیاش تعزیه رو به دست بگیره و تن آقامو تو گور بلرزونه. علی، میراث آقا جون صلاحیت میخواد که تو نداری. افاق، تو هم صلاحیت نداری. میراث تعزیه حاجی به اولادیش میرسه که مقطوع النسل نباشه. تو اجاقت گوره، نمیتونی. ازت متنفرم، ازت متنفرم. جمع کش، بازم بکش. شما کی هستی بابا؟ عرضم به حضور مبارکتون، قصهش مفصله بابایی. هر کسی ما رو یه جور میبینه و میشناسه. برا رفقامون شبیه پولی، اسکناس دلار. برای امهات یه هیولای خونشون. به چشم یه دی زالویی، به چشم یه دیم آدم خیر. اخیرانم که برای بچه هام یک موجود مجهول الهویه. خونه خراب شدم. یا امام حسین، صادق، صادق جون چه شد؟ چه صادق؟ صادق کجا؟ خدا این خرابت چیه؟ کجا یه عدالت نوشته؟ پسر بلند خرامنده که صحبت کاری باباشو بده. صادق جان، بابا یه طورت که نشد ببینم سر تو. ولم کن بابا. آخه تو یه ها چی شدی؟ از چی دل خوری؟ این حرفا چی بود که زدی؟ چه قرامتی؟ کدوم کسافت کاری؟ حالم داره از خودم به هم میخوره. آخه کدوم برادری بچه دار نشدن خواهرشو وسط خیابون میکوبه تو سرش؟ بابا به خدا سخت نیست فهمیدن این که اما افاق چه زجری میکشه. چشاش داد میزنه تو داغونه با همین فیس و افاده هاشه که خودشو زنده نگه داشته. دل سنگ میخواد تحقیرش کنه. لعنت به ارث بابا حاجی که همه رو این حیوان درنده انداخته به جونه هم. پشو پشو باید برامه درمون کن. پشو بریم یه نگاهی به سرت بندازه. بلش من چیزی نیست، سرم یه خورده شکسته. نه من دلم آروم نمیگیره. بریم یه عکس بندازیم از سرت. یا خدای نکرد زبونم لال خون زی مغزی کرده باشی. پشو انگار ماشین داغون شده. نه فدای سرت، چیزی نیست، با یه تقه درم. اصلا گور پدر ماشینو نمیدونم ارث و میراث و همه چی. بلش. پس قرارمون با تعزیه خونا چی میشه؟ تعزیه من زخم دل توی بابا. درود به همگی. سلام بابا جون. شکرم همه بود. سلام صادق شما بابا جون. بود دارم. حالا چطوره؟ زحمت چیزی با محرم نمانده. اما آصفت که راضیه، آقا کاوه و فتاح هم که راضیه، میمونه بابا که اونم دست تو رو میبوسه. برو راضیش بکن. به هر دلیلی هم راضی نشد خب خودت بیا وسط. من حاجی؟ آره بابا جون، خود خوده. تو نوه مرحوم مندلی هستی، نوه هم حکم بچه شو داره. شوخی میکنی حاجی؟ من از تعزیه چیزی حال نمیدونم. بفرمایید.
دستای مریضت قسم شفا ده. تا جایی که من یادم اون زیره عباسون خیلی قدیم بود، حکم عتیقه رو داره، درست حاجی؟ بله، به نظرم بعضی از اینا رو باید یه جای امتری نگهداری کرد، علل خصوص اون زرره. خود مای ماما لگرچه چربی بودی رفیقت انداخت به ما. تو چی حالید میره؟ گوشتی کبابی باید چربی داشته باشه، نداشته باشه که کبابش مزه کامی داده. آقا جون قلفش نکن. آقا جون ترسیدم یه اهنی یه اهنی، چرا قفلش نکنم؟ توی جمعیت فقط پسر خودت نامرنه، و اگه او توی چیزای دیدنی ما هم دل داریم بذاری نظر بندازیم. تو چش بود دل در دیدن این چیزایی که توی سیره بابا جون. فرمایش شما درست آقا جون، ولی میونه این جماعت اگه نرمون تو خیلی به سنگین میاد. تو که نمیخوای جلو چش زن و بچم خفیفم کنی اون؟ چرا چفنگ میگی پسر؟ این بنده خداها یه چیزایی که این تو دیدن تو عمرشون ندیده بودن، اما تو هر ساله هم دیدی، پوشیدی، به کار زدی. باد وسایل تعزیه بد خورده به کلم، بذار یه نگاه بندازم دلم بد جور تنگه شونه. تو آخرش منو دغمرگ میکنی. بیا برو تو زود بر کرده تو ماجا چشم هم بذاری اومدام. کجا بابا؟ میرم لپتاپم بیارم. من تا طرف خونه نمیرم بابا. بابا من سر را پیاده کن، راهی نیست که. خیره خورو، تله خورو، ترچ تلو، غلط خورو. چی میگی بابا؟ بری یه بار مصرف بابا بشین. توی اینجا چی کار میکنی تو؟ اومدم دایمو ببینم، بد کاری کردم؟ نه خوب کاری کردی، خوش اومدی. بازم گلی به جمال خودت. مرحبا به غیرتت که اقلن تو به فکر دایی افتادی. بشین. تو چجوری از محفل دایی خارجی تو، خاله هنری تو، مامان خاله زنه که تونستی دل بکنی و هوای دایی قریبه تو بکنی؟ اومدم دایی ما از قریبی درارم، اومدم بشم سنگ صبورش، اومدم پا درد دلش بشینم، به حرفاش گوش بدم، شاید مرهمیشم واسه زخم دلش. شکستگی دنده‌هاش یه جوریه که سریع باید عمل بشه. احتمال داره که ریه‌هاشو پاره کرده باشه. شما چه کاری چی پدر؟ پدرشون بابا. پس سریع برید پذیرش، فرم جراحی رو پر کنید. شما هم خانم گلباز سریع اتاق عمل رو آماده کنید که وقت تنگه. بجنبید. خدا به دادش برسه، یه وقت طوریش بشه عمه هم نابوده. نه ترس بابایی، باید امجانه به معافت نداره. این آدمی متقلبی که من میشناسم به این آسونیات جون به اسرائیل نمیده. بابا بدبخت افقی شده با اسرائیل دست به یقه است، این چجور قضاوتیه؟ منم جا تو بودم همین احوالاتو داشتم.
یواش یواش داری میشی مرد در خدمت خانواده. بالاخره فتاشم آدم خوبی نباشه پدر یلدا که هست. من منظورم انسانیت و حقوق بشرش بود. فتا هم یه آدم. بله بله، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهر. نه از طریقت خوشم اومد. خوشبختانه شکستگی دنده هاش به یه آسیبی نرسون، ولی پای چپش بدجوری صدمه. در واقع بخش زیادی از استخوان پاش به کلی از بین رفته. ما سعی خودمونو کردیم، بقیهش با خدا. من هر چی به سرم بیاد غرامت پوش کردن به شمرخانیه، غرامت دهنکجی به یه ذره است، او هم ذره شمر. فتا پیش مرگشه آقا جان، باش که فیل زیاده اندستون که فتا تو به کی رفتی که این همه پدر سوخته ای؟ تو اون روز رفتی تو زیر زمین خانه باغ چه غلطی بکن؟ نخواستم اون روز جوری فکر فامیل زنت رسفات بکن. میدونم باور نمی کنی آقا جو، ولی به ولای علی مثل سگ پشیمونو حلالم کن، بلکه آقام هم حلالم کن. میخوام یه خواهشی ازت بکنم. نه نه یار بفهم. اون دو نفر آدمی که نگرانشون هستی، یکشون افتاده گوشه بیمارستان و زمین گیره، اون یکی هم من ضمانتشو میکنم. قول میدم که مراقبش باشم. تو خونه حاجی رو آزاد کن تا همه از این در بدری خلاص شیم و بچسبیم به تعزیه. چیزی به محرم نمونده. من روی تو رو زمین نمیندازم. خونه آقا جونم آزاد میکنم. فقط به یه شرط، که تو قول بدی آفاق و شوهرشو کنترل کنی. همین. اول از همه باید از علی آقا تشکر بکنیم که رضایت دادن و ما باز دوباره دور هم جمع شدیم. میدونی که فردا اول محرم میبرد کنه. 8 روز وقت داریم برای تعزیه تاسوعا و عاشورا آماده بشیم. حاج آقا ما تصمیم گرفتیم. کاوه هم طرحش رو پیاده میکنه، هم رولی رو میخونه که شما یا آقا سید مصلحت بدونیم. شما چی آصف جان؟ منم با توجه به وقت کمی که داریم یه رول کوچیک برام کافیه. شما چی علی جان؟ شما چی کار میکنی؟ علی جان فکر اینجاشو نکرده بودم. شمر ایشون به نظر من شمر رو بخونن خیلی بهتر. آدم فهمیده ای مثل تو دست روی زن بلند بکنه، اونم آبجیش. نشنیدی میشه این قطعه مرا؟ خجالت بکش علی، همه شخصی شما دوتاست. داشتم به روش خودم دوم اینا رو میچیدم، نذاشتین. رگ انسانیتتون گل کرد، شدین دایه دلسوزن از مادر. حالا تحویل بگیریم. بفرمی اینجوری باید آتیشش میزدی. فکر میکنین کار درستی کرده خاله؟ چیه خاله؟ دلت براش میسوزه؟ دلم برای خودم میسوزه که هر دفعه دوره هم جمع شدیم به جای اینکه از هم دلجویی کنیم خنجر برداشتیم فرو کردیم تو دل هم. نه جونم، من میدونم دلت واسه چی میسوزه. باورم نمیشه خاله، باورم نمیشه یه زن که مظهر مهر و محبت این همه سنگدل باشه. آره
من دلم از همون میسوزه که تو فکر خرابی شما هست. آتی بهش بگو خفشه، وگرنه میزن تو دهنش ها. بزن خاله، بزن تو دهنم، اما ازم نخوا خفشم، ازم نخوا حق و کدمان کنم، نخوا که نگم موافقت اسممون آدمه، از هر حیوان درنده درنده تریم. پاشو بریم مامان، داره حالم به هم میخوره، پاشو بریم گونمونو گم کنیم. سب کن ببینم، تو یه الف بچه داره درس انسان دوستی و اخلاق به من میدی؟ آتی، یه ندا میدادیم با علی فامیلین، ما خودمونو سبک نمی کردیم. چی بگی چی نمیگم آبجی، رو تو زیادتر میکنی. من عقل درست حسابی ندارم، سواد درست حسابی هم ندارم، اما اوقات خورشه نیستم که من یه نیش اقرب رو نفهمم. یه بار دیگه پشت سر دختر من لغز بگی و براش حرف در بیاری، کاری کنم که پشت دستتو گاز نگیری. بریم دختر. چی؟ دستمال کیه؟ از این عادتا نداشت که، اونم تلفن دفترش. چی شده؟ میگه یه سفر اضطراری پیش اومده، رفته خارجه. تو هم رفتی تو جناح دشمن؟ آفاق جان کارت غلط بود، تو من قول همکاری دادی، من به اعتبار قول تو پاشدم رفتم هتل، رو انداختم، خواستم خیر سرم کاتالیزور شم و مشکل رو حل کنم. اما تو با یه جمله که چه عرض کنم، با یه متلک آبدار همه چی رو خراب کرد. های زاهدی، مرکز چلچله چهل هستم، عملیات با موفقیت انجام شد، با دونه داریم میان طرف دونه. تمام عجب سیری شد. بله بابایی. چی؟ نمیشه آدم به این گندگی گم رفته باشه شما ازش بیخبر باشه؟ چرا نمیشه آجی؟ چایتونو بخورین سرد نشه. اونقدر آدم ها هستن که آلمن و آمدن گم میشن، بعدم پیدا میشن، هیچکی هم خبردار نمیشه. میگم تلفنی با پسرش صحبت کرده، قضیه بوداره، مشکوکه. بده ببینم شماره رو. بفرمایید. چیزی دستگیرش شد بابا؟ حاج آقا شما از من توقع داری قانون شکنی کنم؟ خدا نکنه بابا جان، من فقط یک کلام میخوام بدونم چی به سری گم شده من اومده. همین نمیشه حاجی، ما دستور داریم تا وقتی تحقیقات پرونده کامل نشده حرفی نزنیم، مسئله امنیتیه. به شما هم توصیه میکنم که خیلی پیگیری نکنید، چون اگه قضیه درس پیدا بکنه برای همه بد میشه، مخصوصا برای متهم. عوض من از همه خداحافظی کن، مخصوصا یلدا خانم. احیانا پرسیدم ما کجاییم چی؟ نمیدونم بابا، بهش فکر نکردم. میگم بگیم بابام بعد از دعوای حالش نامیزون شد، مجبور شدیم بریم تهران، چطوره؟ آه بد نیست، شاید عمه آفاقتم بترسه و با خودش بیاد دست از این لجوازیاش برداره. دستمال چی رو گرفتن؟ خب این چه ربطی به بابات داره؟ خب بابا قرار بود تو شرکت فولاد شریک شه، مثل که یه پولایی هم رد و بدل کردن. مگه شراکت جرمه؟ مادر من، وقتی دستمال چی رو به جرم اختلاس گرفته باشن، یعنی تمام اسناد و مدارک بانکیش و معاملاتش همه توقیفه. حتی آدمایی که باش شراکت داشتن و معاملهی کردن، نمیدونم زد و بند و بده بسونه، همه توقیفن. مرد
شور بخت و اقبال من شور بخت و چی کار کنم حالا؟ پس چی شد اون همه دوست و رفیق دم کلفتی که میگفتین؟ یه کاری کن مادر. فعلا نمیشه کاری کرد، پرونده امنیتی شده. بمیرم برات داداش، قریب و بیکس افتاده گوشه بیمارستان، نه خواهری نه برادری نه کس و کاری. چی شده علی؟ آقا غم باد گرفته، تیرو میدوش اوت کرده، داره خفش میکنه. مامان چی میگه خاله؟ دیروز دیالی حالش به هم خورده، صادق بردتش تهران، تشخیص دادن تیروئیدش فعال شده، بستریش کردن. ای وای، همینو کم داشتی. حالا که سخت به دلم چنگ زدی، آسون رهاش نکن. من این اسارت رو دوست دارم. وای آبجی، این چی انداختی سرت؟ شدی شبیه جن و پریا. چادر یا شنیل؟ شنیل مامانی. این رودخونه است آتی، بفرما. اینم رودخونه فرات. بابا دست درد نکنم. خب شاوی خوشرنگی، آفرین. این دیگه چیه بابا جو؟ نماد آب حاجی، همون تشت آبی که دارید، همون کارو با این پارچه آبی انجام میدین. چجوری؟ اینجوری حاج آقا، اینجوری حرکتش میدین. یه موج نرم میوفه توی پارچه، کیفه آبو میده. تشت آب که واقعی تره، اما این تصویر زیباتری داری حاج آقا، نگاه کنین. نه قشنگه. صادق، صادق مامان باشتا باشتا. چی شده؟ یکی زنگ زد، گفت ساعت 9:30 برای ملاقات اونجا باشی. 10 دقیقه بیشتر وقت ملاقات نداری. من زیاد آلوده نیستم، ظاهرن شراکت من با دستمالچی یه شبهاتی داره که نگران کننده نیست. صادق اینجا نمون، همین امروز پاشو برو بستام. نمیتونم. ولی من میخوام تا دیر نشده بری بستام و هوای تعزیه رو داشته باشی. خواهرت پیش مرگه چه علی؟ حد داداشون کو؟ تو که هیچ وقت بی علی نمی اومدی بستام. دست رو دلم نذار خواهر که خونه. داداش تو شوهر منم هست، پدر این بچه ها. خب حالش چطوره؟ بد نیست. هزار زور و زر مار رای بستام کرد. هر چه اصرار کردم پیشش بمونم افاقه نکرد. آخ فتحارشون چطوره؟ منم مثل داداشم افتاده رو تخت مریض خانه. برو مادر، برو قربونت برم به سلامت. صدا چجوری هست؟ صدای خواندن داری؟ والا اینو باید شما تشخیص بدین، من تا حالا آواز نخوندم، یعنی خوندم برای دل خودم خوندم. یلدا ببین کی زنگ میزنه. باشه ماما رفتم. چی شد آقای شرفی؟ والا چه عرض کنم خانم احمدی،
صادق یهوی غیبش زده. غیبش زده؟ یعنی چی؟ من داشتیم بکوب تمرین میکردیم، یکم بهش فشار اومد یا قاطی کرد. با خودش فکر کرد که نمیتونه از پس خواندن تعزیه بر بیاد. بعدش یه توکه پا رفتم سر کوچه، آمدم دیدم نیست که نیست. بر نگرد، نگام نکن، نمیخوام تصویری که تو خیالمه با دیدن یه صورت شکست خورده خراب شه. پس خواهش میکنم فقط گوش کن. من نیومدم اینجا بپرسم چرا تو زدی. بالاخره تزیه خونده میشه، خوب یا بد، با صادق زاهدی یا مهدی ننه سکینه. اومدم بهت بگم نظر یه احساسایی پر پر شه، یه غرورایی شکسته شه. جسارت پسردهی آدمی که غرورش بشکنه غیرتش هم میشکنه. یلدا دل واپس نباش. حله منو شمور سرجام شده نام دار ندیده چومن پردلی روزگار. یک ضربت تیغ الماس خون کنم روی هامون چو دریای خون. ببرم راس تو از تن برم نزد یزید دون، بگیرم خلعت و انعام زان پس منصب والا. در آن بزم شراب و می یزید آورد سخن بر لب، الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، ایا طبال و سامی بزن طبل سلیمانی. خیلی حرفه که روز عاشورا تعزیه و تکیه رو ول کردی، آمدی دیدن شمر علیل. و تا تابوت سر سفره امام حسین، شمر خان و عباس خانش کنار همدیگه غذا خوردن. 20 سال شب تاسو دلم هرهر کرده که آیا امسال میتونم جلو نعره های فتاشم بیستم. 20 سال صلات ظهر و عاشورا به عشق نماز خواندن تو صفی که شم خان و عباس خانش کنار هم دیگه میستن قامت بستم. خیز عباس پر از فتنه شده روی زمین، قد برافراز قیامت بنگر پشت خیام. بسم الله الرحمن الرحیم. آی ذوالفقار ذوالفقار ذوالفقار، از عمویم حمزه مانده یادگار. آی ذوالفقار، تو همان شمشیری و آن قهران سولت منم، یادگاری از ولی الله با غیرت منم. شیرم و شیر خدا را نوگل عزت منم، بر سر هر کس فرودایی شود همچون رمیم. اول جنگ است بسم الله الرحمن الرحیم. گر حسین از به من داد که عباس تو خود دانی و این فرقه بیدین، چنان کرب و بلا را بزنم آتش بیداد، که تا دامن میاد نروید گیهی غیر سر و دست مخالف. ولیکن چه کنم چاره چه باشد، ز ازل ما به تن خیش خریدیم همه رنج و بلا را. منم شمر ابن زرجوشن حسین ایزاده تاها، مرا با زاده مرجانه باشد عهد و پیمانی.
تو فکر پسر دی؟ تو فکر آقا جون بوده. میگم آقا جونم واسه خودش مخی بوده. چطور؟ خیلی نقشه توپی کشی با یه شرط مشدی همه رو اوویز کرد. اون وقت این واژه یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ همین اوویز یعنی چی؟ زبون یعجوج و مجوجه؟ یعجوج و مجوج همون مغولان؟ حالا یه زبون جدیده که خودم کشفش کردم. گرامرش خیلی ساده است، کلمات همونه، فقط او و اوش تغییر میکنه، مثل عوض که میشه اوویز. جالبه نه؟ خیلی. خدا کنه تحول تو خانواده زاهدی دووم داشته باشه. الهی آمین. بگو تا نفسی هست، بگو هر چی دلت خواست، بگو خسته و بیتاب شدم، محو شدم، خواب شدم، خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم، گریه بر این حال کشید، عشق بر این فال کشید، بر تن بیدست خدا نقش دو تا بال کشید.